واسط آسمون میشم تو پرنده شو برات سایبون میشم. به نام خدا و عرض سلام و ادب خدمت یکایک که شاگردان عزیز پایه نهم، امیدوارم حال همگی خوب باشه. من سید محمد رضا حسینیان هستم، مدرس فیزیک پایه نهم. امروز جلسه اول هست و من در مورد اصول کار و روش کار درس فیزیک خدمت شما یه سری توضیحات رو ارائه میدم. چون جلسه اول هست ما این توضیحات رو داریم، ولی از جلسات بعدی دیگه طبق روال از همون ابتدا شروع به کار خواهیم کرد. عنوان درسی که ما داریم درس فیزیک هست و ممکنه سالهای قبل یه سری از بچه‌ها شاگردای خود من بودن تو پایه هشتم، یا بعضی ممکنه همین امسال اضافه شده باشن. من یه توضیح مختصر و خیلی کوچیک در مورد درس و کتاب فیزیک خدمت شما میگم و اینکه اصلا فیزیک چی هست و قراره که چه کار کنیم. علم فیزیک، کلمه فیزیک کلمه یونانیه، از فیزیس گرفته شده، به معنای طبیعت هست. علم فیزیک علم مطالعه قوانین حاکم بر طبیعت، یعنی توی طبیعت چه قوانینی داریم، که شامل بخش‌های مختلفی میشه این علم. یه بخشش مثلا به حرکت شناسی میپردازه، یه بخشش به نیرو میپردازه، یه بخشش مربوط به الکتریسیته است. همین الان صدا و تصویر منو داره چه قوانینی داره و الی آخر. کتاب علوم ما، علوم که خود کلمه علوم یعنی علم‌ها. خب چه علمهایی؟ شامل علمهای شیمی، زیستشناسی، فیزیک و زمینشناسی میشه که ما بخش فیزیک رو داریم. مبنا و روش کار ما در کلاس فیزیک نهم به چه صورت خواهد بود؟ ما دو تا دورنما برای درس خودمون ترسیم کردیم. اولین روش و اولین هدفی که خواهیم داشت خود کتاب درسی خواهد بود. نگاه بکنید، من کتاب درسی آموزش پرورش رو همراه خودم دارم، علوم تجربی، و اون اینه که آموزش پرورش در بخش فیزیک چه چیزهایی رو برای شما در نظر گرفته. یعنی اولین کار و اولین پله‌ای که من خواهم داشت همین کتاب درسی آموزش پرورش خواهد بود. یعنی اول شما ابتدا پایه و بیس رو بلد بشید، بعد که مطمئن شدم که شما اینو بلد شدید، حالا سطح علمی کلاس رو میارمش بالا. یعنی اینجور نیست که یک دفعه ما بریم مثلا تیز هوشان بگیم و فلان بگیم. نه، به هیچ وجه اینجوری نخواهد بود. ابتدا خود کتاب درسی. نکته خیلی مهمی که مثلا تو پایه نهم ما به بچه‌های عزیزمون میگیم اینه که شما در انتهای سال یک امتحانی خواهید داشت که امتحان نهایی خواهد بود. امتحان نهایی رو هر استانی برای خودش طرح میکنه، مثلا استان اصفهان برای خودش طرح میکنه، استان تهران، استان نمیدونم فارس و الی آخر. امتحان مشترک خواهد بود و امتحان نهایی خواهد بود و سوالاتی که طرح خواهد کرد از داخل کتاب درسی خواهد بود. یعنی یک پله حتی بالاتر از کتاب درسی هم سوال طرح نخواهد کرد. هدف شماره یک ما اینه که کتاب درسی آموزش و پرورش رو خوب بلد بشیم. هدف شماره دو ما اینه که ما از سطح کتاب درسی میایم بالاتر. حالا تا هر میزانی که احتیاج باشه من درس میدم. یعنی فکر نکنید ما محدودیتی داریم که مثلا نمیتونیم. نخیر، خیلی هم عالی و خیلی هم مسلط تمام مباحث بالاتر رو درس میدیم. ولی یادتون نره که کتاب درسی رو فراموش نکنید. من روی اسلاید هایی که شما خواهید دید که پشت سر من هم هست، یه جاهایی اصلا خود کتاب آموزش پرورش رو کپی پیست کردم و خود کتابم دستم هست. به تمام سوالات کتاب درسی آموزش پرورش که جواب دادیم، اون موقع سطح درس رو میبریم بالاتر. سوال: آیا ما توی کلاس مثلا فیزیک پایه نهم قراره مثلا فیزیک پایه دهم و نمیدونم یازدهم و دوازدهم رو بخونیم؟ خیر، ما فقط کتاب فیزیک پایه نهم رو میخونیم، همون مبحث رو حالا یه پله میایم بالاتر. یعنی بعد از اینکه کتاب رو کامل یاد گرفتیم، همون مبحث رو بالاتر هم درس خواهیم داد. پس گفتم که یعنی همون جلسات اول بدونید.
ما در انتهای هر جزوه‌ای که خواهیم داشت یه سری سوال داریم. این سوالات رو، برخی از سوالات رو من سر کلاس حل خواهم کرد و شما روش حل رو خواهید دید. ما بقیه سوالات رو به عنوان تکلیف برای شما خواهیم گذاشت. تکالیف شما رو هم حتما چک خواهیم کرد و تا سه شنبه هفته آینده ساعت 8 شب، یعنی ساعت 20، نهایتاً وقت دارید که پاسخ‌ها رو برای ما بفرستید و بعد من پاسخ صحیح رو برای شما آپلود میکنم و قشنگ میبینید که آقا مثلا سوال شماره 1 گزینه فلان میشه با این روش حل. تمام سوالات رو شما باید جواب بدید، حتی سوالاتی که من پای تابلو حل کردم و شما جوابش رو دیدید. سوالات به دنبال هم خواهد بود، یعنی مثلا اگر جلسه مثلا امروز ما از تست شماره 1 تا 15 هست، جلسه بعدی از 16 به بعد شروع میشه. هر تعداد سوالی که هست رو باید حتما شاگرد حل بکنه. چون جلسه اول بود من اینا رو خدمت شما گفتم که قشنگ بدونید و توجیه باشید که شما باید تکلیف به ما تحویل بدید، تکالیف شما رو به دقت تحلیل میکنیم، آنالیز میکنیم، پاسخ صحیح هم برای شما خواهیم فرستاد. مبنای اصلی و بیس کار کتاب درسی آموزش پرورشه. بعد از اینکه این مطالب رو خوب یاد گرفتیم، اون موقع یه پله میریم بالاتر، دو تا پله، 100 تا پله هم بالاتر باشه میریم، هیچ مشکلی نیست. با نام و یاد خدا مبحث اول رو شروع میکنیم. فقط قبل از اینکه استارت کار رو به صورت رسمی بزنیم، من بگم که کتاب درسی ما کدوم قسمتاش فیزیکه. لطفاً خود کتاب درسی آموزش پرورش رو باز بفرمایید، تو فهرست مطالب تشریف ببرید، ما کدوم بخش ها فیزیک خواهد بود که به صورت تخصصی کار خواهیم کرد. فصل چهارم حرکت چیست؟ که امروز اصلا استارت کار ما اصلا این فصل حرکت چیست خواهد بود. فصل پنجم نیرو، جلو اینا بنویسید فیزیک، جلو کتاب درسیتون تو فصل چهارم می‌نویسید فیزیک، فصل پنجم می‌نویسید نیرو فیزیک، فصل هشتم فشار و آثار آن فیزیک هست، فصل نهم ماشین ها فیزیک هست و فصل دهم نگاهی به فضا یا نجوم هم فیزیک. یعنی ما در این مجموعه که تحت عنوان فیزیک نهم با شما سر کار خواهیم داشت، این پنج فصل رو انشالله به امید خدا تدریس خواهیم کرد. یک بار دیگر هم عرض میکنم، مبنا و اصول کار ابتدا خود کتاب درسیه که تمام سوالاتش رو باید بلد باشیم خط به خط. یعنی شاید بعد از این کلاس مطمئن هست که آقا من کتاب درسی آموزش پرورش رو بلدم، خیلی هم خوب بلدم، خیلی هم مسلط بلدم. ما از سراسر ایران بزرگمون شاگرد داریم و این شاگردای عزیز ما سطح‌های مختلفی ممکنه داشته باشن. بنابراین فکر درست اینه که ابتدا پایه و بیس رو بگیم، که بگیم آقا شاگرد الان بلد شد، و بعد همون مطلب رو حالا سطح بالاتر تدریس کنیم. خیلی خب، پس ما فیزیک خواهیم داشت و فیزیک پایانم جلسه اول ما رو به امید خدا بریم جلو. خیلی خب، لطفاً کتاب درسیتون رو باز کنید. من ابتدا کتاب درسی رو میگم که اسلایدشم قشنگ روی تابلو دارید میبینید. هم میتونید کتاب درسی رو باز کنید، صفحه 40 هم نگاه کنید. میگه که حرکت در همه جا و همه چیز. خط به خط کتاب رو توضیح میدم و نکاتش رو میگم. بعد از این که کتاب رو گفتیم، اون موقع بهتون میگم که حالا سطحش رو میارم بالاتر. ما امروز صفحه 40 و 41 کتاب رو درس خواهیم داد و بعد حالا میبینید چجوری سطح کلاس بالا میاد. پس ابتدا پایه رو بچسبیم بهش. با کتاب درسی آموزش پرورش قهر نمی کنیم. کتاب میخوان دست خود منم کتابه، دست خود منم کتابه، هم روی اسلاید دارید میبینید هم روی جلو دستتون. میگه حرکت در همه جا و همه چیز. همه چیز در جهان پیرامون ما در حرکت است. حتی زمین که ساکن به نظر میرسد نیز در حرکت است. شکل هم نگاه بکنید، شکل‌های مختلف. شناخت حرکت یکی از راه‌های شناخت جهان فیزیکی پیرامون است. و جهان پیرامون ما باید حرکت شناسی بلد باشیم. به همین دلیل دانشمندان راه‌های ساده‌ای را برای بررسی و شناخت حرکت ارائه دادند.
بسیار خوب. این سه تا شکلی هست که داخل کتاب درسیتون هست. شکل شماره یک را الف رو ببینید، میگه الکترون های هر اتم همواره به دور هسته میچرخند. بله ما این شاهد این حرکت این الکترون ها هست، یعنی این الکترون ها ثابت نیستن که شکلش رو دارید میبینید، داخل کتاب درسیتون هم هست. قسمت ب، اتم های موجود در نوک مدادی که روی میز شماست همواره در محل خود نوسان میکنن. یعنی ممکنه علی الظاهر به چشم ما باشه که این ساکنه، ولی همونی که فکر میکنیم ساکن است همون هم در حال حرکت. قسمت پی گفته زمین علاوه بر آن که در هر شبانه روز یک بار به دور خود میچرخد، در هر ثانیه مسافتی برابر 30 کیلومتر را دور خورشید میپیماید. یعنی همین کره زمین که الان ما روش قرار داریم دو نوع حرکت داره، یه حرکت به دور خودش داره، یه حرکت به دور خورشید داره، توی مدار بیضی شکلی میچرخه. علاوه بر اینکه دور خودش میچرخه، در هر یک ثانیه داره میگه 30 کیلومتر دور خورشید داره طی میکنه. پس همه چیز اطراف ما در حال حرکت هست. بسیار خوب. مسافت و جابجایی رو داریم میبینیم. این مسافت و جابجایی دو تا موضوع هست که در فیزیک بین اینها تفاوته. اما چه تفاوتی؟ حالا خوب نگاه کنیم. میگه مسافت و جابجایی برای رفتن از یک محل به محل دیگر معمولا از کوچه ها و خیابان های زیادی عبور میکنیم. مثلا نگاه بفرمایید، از این نقطه شروع، از اینجا ما قرار بیاییم اینجا. این شکل کتاب درسیتونه. گفتم میتونید کتاب درسی جلو روی شما باز بشه یا اینجا رو هم نگاه کنید، هر دوتا مشکلی نیست. معمولا از کوچه ها و خیابان های زیادی عبور میکنیم. شکل دو، مسیر حرکت دانش آموزی را نشان میدهد که برای رفتن از خانه که مبدا اسمش رو میگیم تا مدرسه داره طی میکنه که مقصد اسمش رو میگیم. از مبدا به مقصد. تعریف مسافت در فیزیک چیه؟ میگه به مجموع طول هایی که این دانش آموز، حالا شما میتونید کلمه دانش آموز رو بردارید به جاش بمیسید متحرک، یعنی هر چیزی که حرکت میکنه، به مجموع طولهایی که متحرک از ابتدا تا انتها یا از مبدا تا مقصد طی میکنه، در فیزیک بهش میگن مسافت. مسافت پیموده شده یا به اختصار مسافت میگوییم. خب مسافت یه نمادی داره، مسافت یه نمادی داره. این مسافت که ما اینجا میگیم از اول کلمه، از کلمه انگلیسی لنگس گرفته شده، چون اولش ال هست مسافت رو در فیزیک با ال نشون میده. یعنی نگاه کن، این متحرک یه 200 متر اومده، یه 323 متر اومده، یه 300 متر اومده، یه 73 متر، یه 320 متر، یه 202 متر، متفاوته، هر عددی میخواد باشه. اینا رو همه رو با هم جمع میکنیم میشه مسافتی که طی کرد، درست شد؟ و با ال نشون میدیم. خیلی خوب، این تا اینجا. همانطور که میدانیم کوتاه‌ترین فاصله یا مسیر بین دو نقطه پاره خط راستی است که آن دو نقطه را به یکدیگر وصل میکنه. میگه در ریاضی پارسال سال هشتم دیدیم که اگر پاره خطی داره جهت باشه بهش میگن بردار. خب میخوایم یک کلمه دیگه رو تعریف کنیم به نام جابجایی، و دقیقتر و قشنگترش اینه که بهش میگن بردار جابجایی. خب چیه؟ میگه به برداری که نقطه شروع حرکت را به نقطه پایان حرکت وصل میکنه بردار جابجایی. تو صفحه 41 کتابتون هست تعریف جابجایی. این تعاریف ممکنه تو تا نهایی مثلا بیاد. پس ما فعلا توی این دو تا صفحه، توی این دو تا صفحه مفاهیمی که خود کتاب و آموزش پرورش برای ما در نظر گرفته رو یاد بگیریم. مسافت گفتیم مجموع طول‌هایی هست که متحرک از ابتدا تا انتها، حالا هر جا رفت رو طی می‌کنه. جابجایی و بهتره بگیم بردار جابجایی، برداری است که از ابتدا به انتها
از شروع به پایان، از مبدع به مقصد وصل میشه، رسم میشه. به برداری که نقطه شروع حرکت را به نقطه پایان حرکت وصل میکند بهش میگن بردار جا به جایی، شکل شماره 3، که آن را با دی نمایش میدهیم، که حالا اینجا جا مونده، یه دی علامت بردار هم روشه، دی علامت بردار. اندازه دی بردار جا به جایی را به اختصار جا به جایی میدهیم، آن را با دی نشون. یعنی اگر شما این علامت بردار رو، این فلش رو، این پیکان رو از رو سرش برداری، یعنی فقط اندازه‌شو می‌خوایم بگیم، یعنی آقا جا به جایش اینقدره. خب پس این دوتا کلمه با هم متفاوت، این دوتا کلمه با هم متفاوته، یکی مسافت یکی جا به جایی. مسافت به شما میگه آقا تو از ابتدا تا اینجا چه مسیری رو داری میری، میشه مسافت. جا به جایی میگه من کاری ندارم تو چی کار داری میکنی، ابتدا کجایی، انتها کجایی. این بردار رسم میشه و وصل میشه و بردار جا به جایی به دست میاد. خب آیا ما میتونیم اندازه بردار جا به جایی رو پیدا کنیم؟ قطعا بله، قطعا میتونیم حساب بکنیم. برای پیدا کردن دقیقش یک مقیاسی توی این نمودار و این جدول به ما دادن، مثلا گفتن که این مقدار رو، این مقدار رو توی نقشه معادل 100 متر توی واقعیت در نظر بگیر، که تقریبا یکی از سوالای ما هم به همین صورت هست. خب بریم اسلاید بعدی. یه فعالیت داریم، میگه مسافت و جابجایی هر دو از جنس طولند و بر حسب متر اندازه گیری میشوند، ولی میتوانید آنها رو بر حسب واحدهای بزرگتر یا واحدهای کوچکتر هم نام ببرید. ما گفتیم امروز فعلا برای جلسه اول، برای جلسه اول ما همین مسافت جابجایی میگیم، حالا جلسه بعدی سرعت و تندی و اینا رو داریم و داستان علمی ما خلاصه سطح بالاتری خواهد گرفت. فعلا اینا رو بفهمیم. از همین مسافت جابجایی بسیار سوالای حسابی میشه طرح کرد، یعنی فکر نکنید مطلب آسونی دارید میخونید، نه سوال بسیار سخت هم میتونیم طرح کنیم، سوال آسون هم میتونیم طرح کنیم. سوال قسمت الف پرسیده که مسافت طی شده در شکل 3 را بر حسب متر و کیلومتر بیان کنید. خب ما برگردیم عقب، بگیرین عقب، مسافت از ما میخواد، یه 200 متر داریم، یه 323 متر داریم، 300 متر داریم، 73 متر، 320 متر، 202 متر. چه کار کنیم؟ همه رو جمع میکنیم، همه رو از دم جمع میکنیم. حساب بکنید ببینم اینم L چند میارید؟ L مساویه؟ گفتیم با L نشون میدیم برای قسمت اول. من عددها رو بمیسم، 200 به علاوه 323 به علاوه، سوال خود کتاب رو دارم، کتاب آموزش پرورش دارم جواب میدم، به علاوه 300 به علاوه 73 به علاوه 320 به علاوه 202. جوابشو شما به من بگید، اینا رو جمع کنید چه عددی به دست میاد؟ حساب کنید. بسیار خوب، جواب ها رو داشتم میریدم، بچه ها فرستاده بودن. 1418 متر بر حسب کیلومتر هم گفته حساب کنید. چشم، 1.418 کیلومتر، این میشه مسافت. بعد سوال پرسیده که با توجه به مقیاس داده شده روی شکل، جا به جایی دانش آموز رو به کمک خطکش به دست بیارید. شما خطکش رو بردارید، خطکش رو بردارید توی اسلاید قبلی، توی اسلاید قبلی من بیارم که ببینید همه. بله، از اینجا این پاره خط جهتدار، این بردار رو اندازه بگیرید، این بردار رو اندازه بگیرید، این بردار رو که اندازه بگیرید با خطکش خودتون در میاد 7.5 سانت. درست شد؟ 7.5 سانت. حالا مقیاس نگاه کن، این حالا
توی چاپ بی حالا یه مقدار ممکنه کج بیفته، این یک سانته. یعنی اومده گفته یک سانت توی نقشه معادل 100 متره. حالا برگردیم اینجا، یک سانت روی نقشه تو واقعیت 100 متر. ما با خطکش، ما با خطکش اندازه گرفتیم از ابتدا به انتها رو 7.5 سانتی متر. خب اگه یک سانت 100 متر باشه، 7.5 سانت چقدر میگه؟ 750 متر. این میشه جابجایی شما. پس مسافتت که ال هست میشه 1418 متر. جابجایی شما که برداری بود که از ابتدا به انتها وصل شد، از مبدأ به مقصد وصل شد، اندازه گرفتیم با خطکش شد 7.5 سانت. بعد مقیاس رو نگاه کردیم، یک سانت روی نقشه معادل 100 متر. کی گفته اینو؟ خود نقشه گفته، یعنی این اطلاعات رو به شما میدن. یک سانت 100 متره. حالا 7.5 سانتی که ما با خطکش اندازه گرفتیم چقدر میشه؟ 750. این سوال کتاب بود. یه فکر کنید و یه خود را بیازمایید هم داره. این دوتا رو هم جواب میدیم، کتاب رو من میبندم. یعنی آقا ما از روی کتاب همین دو صفحه کافیه. بعد حالا ببین چه تمرین هایی، نکته های حالا بالاتر از سطح کتاب رو هم داریم. یعنی همیشه همینجوری کار کنید. خودتون هم معلم شدید یا استاد شدید، همیشه همین کار رو کنید. ابتدا پایه و بیس رو بچینید، از پایه و بیس بیاد بالا. یک دفعه نمیخواد برید مثلا سطح سنگین درس بدید، خیر. ما از سراسر ایران شاگرد داریم. ابتدا باید همه کتاب درسی آموزش نگاه، کتاب دستمه. اینو یاد که گرفتیم، که یاد گرفتیم، حالا میایم بالاتر. یعنی تو خیالت جمع باشه، کتاب رو خوب بلدی، حالا هر چقدر بالاتر یاد گرفتی که چه بهتر. خب بریم قسمت بعدی. فکر کنید، همون فکر کنید که تو کتاب هست من اینجا گذاشتم. میگه یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده آن با اندازه بردار جابجاییش یکسان باشه. یعنی در چه صورت؟ در چه صورت؟ برای من کامنت بذارید ببینم، من الان میخوام برم ببینم که در چه صورت مسافت و جابجایی با هم برابره. تایپ کنید برای من ببینم. بسیار خوب داشتم می‌دیدم، بسیار هم قشنگ داشتی جواب می‌دادی. بچه‌ها گفتن که مسیر باید مستقیم باشه. درسته ولی کامل نیست. بله مسیر باید مستقیم باشه، ولی بدون تغییر جهت. ممکنه شما از اینجا حرکت کنی بیای اینجا، بعد رو همین برگردی بیای اینجا. اه 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 برگشتی. پس باید بگیم مسیر ما باید مستقیم باشه. پس مسیر مستقیم و بدون تغییر جهت. بدون تغییر جهت رو حتما باید بگی. این نکتهش بود. خیلی خوب. دیدی کتاب رو نگاه کن، مطمئن باش کتابی که خوب یاد گرفتی حالا میبرم سطح کلاس بالا، پله پله. فقط باید حوصله داشته باشید. یعنی یه دفعه آدم نمیتونه بره طبقه پنجم، بعد اول بره طبقه اول، بعد بره دوم، بعد بره سه و چهار، بعد بره بالا. باید از پایه یاد بگیرید. خب این تا اینجا این سوال حل شد. و یک سوال دیگه هم خیلی هم سوال آسونیه. من بعدش کتاب میبندم، نگون کتاب جلوشش بده، میبندم میذارم اون طرف. حالا ببینیم سطح بالاترش حالا چجوریه.
میگه که خود را بیازمایید. خود سوال کتابه. شکل روبرو مسیر پیموده شده توسط یک دونده را نشان میداد، مسافت و بردار جابجایی را روی شکل مشخص کنید. بارها تو امتحان نهایی خیلی ساده است، من خودم هم میدونم. خب نگاه کن، ما اینا رو همه رو به هم وصل میکنیم. اینی که الان من دارم میکشم این میشه چی؟ میشه L. میشه L. L یعنی چی؟ مسافت. برای جابجایی هم، برای جابجایی هم از نقطه شروع به نقطه انتها یه برداری رو رسم میکنم، اینم میشه دی. این برداره، بردار جابجایی. خیلی هم سوال آسونی بود، سختی نبود، درست شد. ما امروز این دوتا مطلب رو، مسافت و جابجایی، از روی کتاب درسی گفتیم. خب جلسه بعدی مثلا حالا سرعت متوسط اینا میگیم. کتاب درسی بسته، یعنی تو خیال جمع باشی این دوتا صفحه رو بلدی. من کتاب درسی رو میذارم این طرف. خب حالا نگاه کنید، حالا نگاه کنید یه بار دیگه، یه بار دیگه. پس گفتیم مسافت مجموعه طول‌هایی است که متحرک در طول مسیر میپیماید، مسافت رو با L نشون میدیم. و گفتیم جابجایی برداری است که از ابتدای مسیر به انتهای آن وصل میشود، جابجایی رو با D نشون میدیم. یعنی این L هست، L هست یعنی مسافت، و D هم یعنی جابجایی. جابجایی هم از اول کلمه displacement گرفته شده، با D نشون میدیم. میگه در شکل مقابل خط آبی رنگ مسافت پیموده شده متحرک است، و خط حالا این سیاه یا سفید حالا اینجا افتاده بردار جابجایی است که از ابتدا به انتها وصله. خب دیگه چه نکته هایی داره؟ میگه اگر متحرک به مکان اولیه خود بازگردد، جابجایی آن صفر خواهد شد. یعنی نگاه کن، شما از نقطه A شروع به حرکت میکنی، میای به همون نقطه A. آیا راه رفتی؟ آیا مسافت داری؟ بله، میام راه رفتم، حرکت کردم، اومدم حالا به نقطه A. ولی میگم آیا بر نگشتی به خونه اول خودت؟ میگی چرا؟ میگم پس جا به جاییت صفر. یعنی در حالت کلی من میتونم این رو بنویسم و اینو ادعا کنم که L بزرگتر یا مساوی دیه. اگر مسیر ما مستقیم الخط باشه و بدون تغییر جهت، خب L مساوی دی. در حالت کلی L از دی بزرگتره. دی میتونه صفر باشه؟ بله دی میتونه صفر باشه. بسیار خوب، بریم جلوتر. رابطه L بزرگتر مساوی دی همیشه برقرار است. هنگامی L مساوی دی خواهد شد که متحرک در یک مسیر مستقیم و بدون بازگشت حرکت کند. خیلی خوب. گفته میگه دو پله بالاتر از حال کتاب. ما ممکنه توی محاسباتمون از یه سری از قواعد و قانون‌های ریاضی استفاده کنیم. اولین قانونی که نمیشیم همین قضیه فیثاغورس هست. تو مثلث قائم الزاویه وتر به توان دو میشه مجموع مربعات دو ضلع دیگر، یعنی A2 به علاوه B2 میشه C2، که اگه تو خواستی اینجا C رو به دست بیاری میشه رادیکال A2 به علاوه B2. درسته؟ بسیار خوب. بریم جلو ببینم که چه سوالی رو داریم. تست شماره 1، مسیر متحرک مطابق شکل روبرو. تست شماره 1 رو من حل میکنم، میبینید که چجوری باید با حوصله حل کنیم و با دقت. مثال های آسون داریم، متوسط داریم، سخت داریم، همه جوره داریم. مسافت میخوام و جا به جای. میگم مسافت به ترتیب هم باید بگیم L مساویه. خب ما از A اومدیم به B 6 تا، از B هم اومدیم به C 8 تا. چقدر راه رفتیم؟ 6 به علاوه 8 مساویه 14. درست شد؟ این شد مسافت. برای جابجایی ما از ابتدا به انتها وصل میکنیم، اسمشو دی میذاریم. میگم خب دیو حالا به دست بیاد. میگی خب این برای من یه مثلث قائم الزاویه هست، میتونم از رابطه فیثاغورس استفاده کنم. دی مساوی رادیکال 6 به توان 2 به علاوه 8 به توان 2 میشه رادیکال 6 6 تا 36 تا 8 8 تا 64 تا
میشه رادیکال 100 مساوی 10. پس به ترتیب این عدد باید 14 باشه، این عدد باید 10 باشه. 14 و 10، نه خب 10 و 14 هم تو گزینه داریم ها، حواست جمع باشه. تست خیلی هم آسونم بود، شما حل کردی میگی 14 و 10، به ترتیب 14 و 10 هست. این تست شماره 1 بود. زمان هم میگذاریم برای تست ها که شما میشالا زحمت بکشید و جواب بدید و من میرم کامنت ها رو هم میبینم. تست شماره 2 زمان 1.5 دقیقه از همین الان شروع شد، فکر کنید لطفا. بسیار خوب، بسیار خوب بچه های عزیز. من نمودار رو ببینم که بچه ها کدوم گزینه رو زدن. این تست شماره 2 رو حالا من پای تابلو اون طرف هم حل خواهم کرد که جواب به چه صورت بود. گزینه های مختلف رو داشتیم بچه ها فرستادن. خیلی خوب، گزینه شماره 1 14%، گزینه شماره 2 57%، گزینه شماره 3 28% بچه های ما پاسخ دادن. خب مشخص شد، حالا بریم برای حل سوال، ببینیم که سوال به چه صورت حل می شود. نگاه کنید بچه ها، میگه که در شکل مقابل متحرک روی مسیر نیم دایره اینا از آ میره به بی. شما بگو اول مسافت چقدره، ال میخواد، و بعد گفته جا به جایی چقدره، دی چقدره. خب
شما نصف دایره رو رفتی. من اول بگم محیط دایره چقدره؟ محیط دایره دیگه شما کلاس نهمی هستی، نباید بگی عدد نمیدونم پی رو در نمیدونم قطر ضرب میکنم، برای مساحتش مثلا شعاع رو در شعاع ضرب میکنم و در عدد اینا میشه کلاس چهارم پنجمی، باید کلاس نهمی حرف بزنی. محیط دایره میشه 2πr، مساحت دایره میشه πr2، که حالا البته ما اینجا با محیط دایره سر و کار داریم. آقا r چنده؟ سوال بپرسید r چنده؟ پاسخ r هست، یعنی من مقدار r رو ندادم به تو، بر حسب r به دست بیار. گرفتی؟ این سوال رو بهش میگن پارامتری، یعنی به جای آر حالا هر عددی خواستی میتونی بذاری. پس اگر آر رو به ما نداد، از اول کلمه ریدیوس یعنی شعاع گرفته شده، آر رو به ما نداد ایرادی نداره. خب اگه یه محیط دایره کامل بری میشی 2πr، الان شما نصفش رو رفتی، نیم دایره است، پس میگی نصف 2πr، این 2 با 2 میره میشه πr، این شد مسافتت. فارسی هم بمیسم L چی بود؟ L مسافت. برای جابجایی گفتیم آقا تو برای جابجایی اصلا کاری نداری که اون وسط داری چی کار میکنی، ابتدا کجاست انتها کجاست. نگاه کن اینجا رو، اینجا نگاه کن، شما ابتدا اینجایی انتها اینجایی، از ابتدا به انتها وصل میشه، این چیه؟ دایره است. این قرمزی که من کشیدم میگه این قطر دایره است. فارسی اصلا میگه قطر، قطر دایره، قطر دایره می شود 2r. پس به ترتیب باید πr و 2r داشته باشیم، یعنی گزینه شماره 2. گرفتید؟ اول کتاب و درس دادم، بعد حالا یه سوال را پله پله میارمش بالا. هر تعداد که سوال هم هست شما تا سه شنبه ساعت 8 شب وقت دارید برای ما همه رو کامل بفرستید. ممکنه بعضی از سوالا رو شما مثلا دو روش حل داشته باشی، مثلا یه روش دیگه ای داشته باشی، هیچ ایرادی نداره. شما سوالا رو برای ما میفرستید و ما قطعا تصحیح خواهیم کرد. خب تست شماره 3 رو نگاه بکنید با زمان 1 دقیقه. زمانتون شروع شد. خب بسیار خوب، تست شماره 3 رو بی زحمت جواب بچه‌ها رو هم بفرستید ببینیم. خب 60% گفتن گزینه شماره 1، گزینه 2 هیچ کدوم از بچه‌ها نگفتن، گزینه 3 30%، گزینه 4 10%. خب این
جدول که داریم 60% 0 30% و اما پاسخ درست کدومه؟ این طرف این تابلو رو نگاه کنید تا ببینیم که پاسخ درست کدام خواهد. میگه متحرکی 3.5 بار محیط دایره به شعاع آر را میپیماید. خب من یه دایره‌ای بکشم، این دایره، و قراره که 3.5 بار دور بزنه. 3.5 بار اول بیام مسافت طی شده رو حساب کنم. یعنی اینجا مثلا فرض کنید اینجا شعاعش هم آر هست، میگم آر ال مساویه این چیه؟ ال چیه؟ ال مسافت. 3.5 تا 2 پی آر میسم 3.5 تا 2 پی آر رو ما راه رفتیم، ما حرکت کردیم. خب بعد گفته چند برابر جا به جایی است. ما مثلا از اینجا شروع کردیم، نگاه کن منو، من نگاه کن اینجا مثلا نقطه آ، این نقطه آ، دستم رو نگاه کن، دستم رو کن، 1 دور 2 دور 3 دور دوباره 3 دور تو برگشتی سر خونه اول خودت دیگه. حالا یه نیم دور برو، نکن نیم دور، یعنی میای اینجا، یعنی میای به نقطه B. پس این که گفته 3 دور یا مثلا 300 دور، آقا برمیگردی سر خونه اول خودت دیگه. حالا یه نیم دور میری، خب یه نیم دور اومدی، چی میخوام؟ جا به جایی. شما ابتدا اینجا بودی، اینه که بگم که سطح میاریم بالا، یعنی اینجوری، یعنی باید حواست خیلی جمع باشه. این ابتدا، این انتها، بس کن. خب این میشه جا به جایی دیگه. جا به جایی ما چیه؟ دایره است. میگه قطر دایره است. قطر یعنی چی؟ یعنی دو آر. بعد پرسیدیم که مسافت چند برابر جا به جاییه؟ شما میگی ال به دی مساوی، به جای دی دو آر میمیسی، به جای ال هم میمیسی 3.5 تا 2 پی آر. درست شد؟ ببین چقدر قشنگ سوال رفت جلو. نگاه کن دو آر پایین با دو آر بالا رفت، خداحافظ. چی موند؟ 3.5 پی. اینم 3.5 پی، یعنی گزینه شماره 4 صحیحه. یه بار نگاه کنید که من چیکار کردم. نگاه، گفتم 3.5 بار دور بزن. خب 3.5 تا محیط دایره میشه 3.5 تا 2 پی آر. خب 3.5 تا 2، مثلا ضربم نکردم ها، که 2 تا 3.5 تا مثلا 7 تا میشه، نه 3.5 تا 2 پی آر. بعد برای جا به جایی نگاه کن، 1 2 3 که برمیگردی سر جای خودت، یه نیم دور، نکن این یه دور کامله، نیم دور یعنی بیا دقیقا اینجا، یعنی ابتدا اینجا بودی انتها اینجایی. این چیه؟ میگه این قطر دیگه، دیه ما میشه 2 تا آر، که 3.5 تا 2 پی آر رو تقسیم بر 2 آر میکنم میشه 3.5 پی. و گزینه شماره 4. اشکال نداره اگه غلط زدید، ایرادی نداره، داشتم درصدها رو نگاه میکردم، حواسمون باید جمع شه. فهمیدی اول من کتابو درس دادم، بعد سری کلاس اومد بالا؟ همیشه همین کارو خواهیم کرد. یعنی تو اول خیالت جمع باش، کتابو بلدی، الان کتابو بلدی، حالا من سطح بالاتر، سوالای متنوع، کلی سوال داریم. این شد سوال شماره 3، تست شماره 3. بریم تست شماره 4 با زمان 1.5 دقیقه. شروع کنید.
بسیار خوب شاگردای عزیز، تا اینجا خسته نباشید. تست شماره 4 رو ببینیم. درصدهایی که بچهای عزیزمون داشتن، گزینه 1 52%، گزینه 2 21%، گزینه 3 4.3%، گزینه 4 هم 21%. این مشارکت شاگردای عزیزمون بود روی سوال شماره 4. بریم این طرف سوال رو حل کنیم، ببینیم که جواب به چه صورته. میگه در شکل روبرو متحرکی روی مربعی به ضلع x، یعنی آقا همه اینا x، کمپلت اجمعین چیه؟ x. خب مسیر A, B, C, D. وایسا وایسا وایسا، خیلی ها گول خوردید. A, B, C, D یعنی آقا دی وایسا. A, B, C, D. A, B, C, D. گفت A, B, C, D. آ سرت کلا رفت. اگه میگفت A, B, C, D آ میومد اون بالا. A, B, C, D یعنی این مسیری که من الان اینجوریش کردم. خب گرفتی؟ حواست خیلی باید جمع باشه. L چقدره؟ خب 3x. D چقدره؟ D از ابتدا به انتها وصل میشه دیگه. D رو که ما از ابتدا به انتها وصل بشیم این میشه D. D ما همون x. پس به ترتیب 3x و x گزینه شماره 2 درسته. یه ذره از بچهای عزیز ما یه ذره هول شدن، گفتن A, B, C, D مربع، برمیگردم سر جا خودم 4x میره و اونورم مثلا پس جا به جاییش هم 0 و الاخر. یه نکته بهتون بگم، طراحان سوال که خود منم یه جایی مثلا طراح سوال هستم، چجوری یک تستی رو طرح میکنن؟ طراحان سوال مثلا این سوالی که طرح کردم، مثلا من این سوال مثلا من طرح کردم، یک بار درست حل میکنن میذارن تو گزینه ها، سه بار از جانب شما عزیزان غلط حل میکنن میذارن تو گزینه ها. حواست باش. یعنی تو یه چیزی رو به دست میاری 4x و 0 رو، اون رو طراح سوال از جانب شما غلط حل کرده گذاشته. پس فکر نکنی غلط اگه حل کنی تو گزینه ها نیست. چرا؟ غلط حل کرده تو گزینه ها بود. من گزینه شماره یک هم برات گذاشته بودم که غلط بزنی. حواستو جمع کن، خیلی هم حواست جمع باشه. موقعی که داری سوال میخونی فقط سوال میخونی، فکر جای دیگه ای نداری. به خاطر همین میگم نکن من فقط امروز من فقط به شما مسافت و جابجایی رو درس دادم. همین. خیلی هم موضوع مهمی ها، خیلی هم آسونا، کتاب هم اول خوندیم ها، ولی بدون چه سوال در میشه. خیلی هم آسونه فعلا. حواسمون جمع باشه، خوب بخونیم. پس شد گزینه شماره 2. خب بریم برای تست شماره 5 با زمان 2 دقیقه. زمانتون شروع شد.
بسیار خوب شاگردان عزیز، خسته نباشید. تست شماره 5 رو که گفته جابجایی متحرک چقدره، خب درصد جواب رو هم داریم می‌بینیم. گزینه شماره 1 29%، گزینه شماره 2 17%، گزینه شماره 3 52%، گزینه 4 هم که هیچ کدوم از بچه‌های ما نظر. بریم حل کنیم ببینیم که توی این سوال باید چیکار کنیم. گفته جابجایی می‌خوایم. جابجایی می‌خوایم. خب جا به جا میدونیم با مسافت فرق میکنه. ما یک بار توی گزینه شماره 1 مسافت رو گذاشتیم، گفتم از جانب شما غلط حل میکنیم. یعنی مسافت که L هست میشود 14 به علاوه 4 به علاوه 2 به علاوه 5 که میشود 25. این میشه مسافت. ولی طراح سوال از ما جا به جایی میخواد، یعنی گزینه 1 بچهای عزیزی که زدن اشتباه زدن. ما دنبال جابجایی هستیم. خب برای جابجایی گفتیم چیکار کنید؟ شما از ابتدا به انتها وصل کنید، از ابتدا به انتها وصل می‌کنید. اسمشو دی بگذاریم، اسمشو دی می‌گذاریم. خب دی رو چجوری حساب کنیم؟ نگاه کن. من میام اینجا یه خط چینی می‌زنم. اینجا یه خط چینی می‌زنم. میخوام از رابطه فیثاغورس استفاده کنم. یعنی اگر من بتونم این زل رو پیدا کنم، این زل هم پیدا کنم، میتونم فیثاغورس بنویسم. حالا نگاه کن، میگم این طرف این 4ه، پس از اینجا این مقدارم 4ه، اینجا هم 5ه، پس این مقدارم 5ه. خب 4 و 5 اینجا میشود 9 شد. این زل 9 هست. خب این زل رو حساب بکنیم، نگاه کنیم. خب نگاه کن، این فاصله کل 14ه، این مقدارم 2 هست. یعنی نگاه کن اینجا رو نگاه کن، یعنی اینجا هم میشود 2. پس اگر خواستی این مقدار رو حساب کنی که الان دارم هاشور میزنم، میگی 14 منهای 2 میشه 12. قشنگ دیدیش؟ این 2 هست، اینم 2ه. این فاصله رو 14 دادم، 2 تا ازش کم میگم میشه 12 تا. این که 12 باشه، اینم 12 دیگه. قشنگ روبروشه دیگه. حالا فیثاغورس میمیسم. میگم 1 مثلث قائم الزاویه دارم، این دی، این 9، این 12. میگم دی به توان 2 مساوی 9 به توان 2 به علاوه 12 به توان 2. یعنی دی به توان 2 مساوی میشه با 81 به علاوه 144 میشه 225 و دی میشه رادیکال 225 و جواب 15. و گزینه شماره 3 رو تیک میزنم. بسیار خوب. بچه‌ها من در مورد این اعدادی که حالا فیثاغورسی هستن یه توضیح مختصر دیگه بدم. پس آقا این شد گزینه شماره 3. 5 تا تست رو حل کردیم. شما توی پاسخنامه‌ای که برای ما خواهید فرستاد کل تست‌ها رو حل خواهید کرد. قشنگ روش فکر کنید. حسابی روش فکر کنید. سوال قشنگ و گلچین شده‌ای رو برای شما در نظر گرفتیم. در مورد فیثاغورس هم یه صحبتی بکنم. یه سری اعداد هستن که این اعداد برای ما جوابای روند دارن. اینا توی محاسبات مثلا بلد باشیم بد نیست. من این طرف از لا می‌نویسم، این طرف وتر می‌میسم. بعد حالا رابطه اینا رو هم با هم دیگه بگم خدمت شما. همه شما مثلث 3 و 4 و 5 رو می‌شناسید که اگر یه زل 3 باشه اون زل 4 باشه وتر شما 5 میشه. خب همین که 3 و 4 و 5 رو بلد باشی میتونی از لا دو برابر کنی، 3 برابر کنی، 4 برابر کنی، 5 برابر کنی، n برابر کنی. یعنی چه جوری؟ ضرب در 2 کن، میگی 6 و 8 5 دو تا 10 تا، 6 و 8 به تو 10 میده. اینو ضرب در 3 کن، میگی 3 3 تا 9 تا، 4 3 تا 12 تا، 5 3 تا 15 تا. مثلا همینجا، یعنی 9 و 12 به تو 15 میده. دیگه من دیگه این نمیام اینجوری حساب بکنم. یعنی یک مقدار سرعت میبخشیم به حل خودمون، سرعتش یکم زیادتر میشه. پس بدون 9 و 12 وتر 15 میده، 6 و 8
وتر 10 میده، 3 و 4 وتر 5 میده. ضرب در 4 اش هم بکنیم، بذار با یه رنگ دیگه بنویسم. ضرب در 4 بکنی اینو، 3 4 تا 12 تا، 4 4 تا 16 تا، وتر 5 4 تا 20 تا. یعنی بدانید و آگاه باشید که 12 و 16 وتر 20 میده. اینا فقط به ما کمک میکنه که سرعت کارمون بیشتر بشه. از جمله عددهای دیگه که باید بلد باشیم، از لا و وتر رو من اینجا بنویسم که اینا به چشم و گوشتون آشنا باشه. بچه ها رو این حساب میگم، فقط به ما کمک میکنه سریع بنویسیم. یکی از عددهای روند رو دارم میگم، 5 و 12 وتر 13 بد میده. یعنی 25 به علاوه 144 میشه 169 و جزء 169 میشه 13. یعنی عددا روندن. حالا تو آیا میتونی اینو ضرب در 2 کنی از لاشو؟ آره، یه ضرب در 2 کن. یعنی چی؟ یعنی 10 و 24 به تو وتر 26 میده. نه تو این جابجایی مسافتا بسیار پرکار بوده. یکی دیگه هم وتر و از لای دیگه هم بنویسیم، اینا رو بنویسیم بد نیست. از لا و وتر 8 و 15 یعنی 64 رو با 15 به تمام میشه 225 جمع کنیم میشه 280 و جذرش میشه 17. یعنی وتر چند بهت میده؟ وتر 17 بهت میده. میتونی ازش رو ضرب در 2 کنی؟ آره. ضرب در 3 کنی؟ آره. ضرب در 2 میلیارد کنی؟ آره. ضرب در n کنی، یعنی 3n و 4n میشه 5n. اینجا هم همینجور، مثلا 16 و 30 وتر چند بهت میده؟ 34. مثلا ضرب در 2 کردم، تو میتونی ضرب در 3. این عددا فقط به چشم و گوشتون آشنا باشه، فقط جنبه محاسبات داره. درست شد؟ اینم 5 تا تست. کل تست های هر جلسه رو تا سه شنبه هفته بعد ساعت 20 شب وقت دارید که برای ما بفرستید. یه بار دیگه هم خدمت شاگردای عزیزم عرض کنم که ما ابتدا کتابو درس میدیم که دو خیالت جمع باشه که کتاب بلدی، یعنی اونی که آموزش پرورش گفته بچه کلاس نهمی بلد بشه، تو بلدی. بعد حالا یواش 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 من این سطح درس رو میارم بالاتر. یعنی تو اول خیال جمع که شد، حالا یک کم مثلا بالاتر، نکات بالاتر، 2000 پله بالاتر هم میتونیم بگیم، مشکلی تو این بابت نیست. ولی شما یادتون نره کتاب رو داشته باشید، کتاب بلد بشید، بعد حالا تستای بالاتر رو یه جای تیز هوشان بگیم و الاخر. خیلی خوب، جلسه امروز ما تمام شد، جلسه اول ما بود. امیدوارم که جلسه برای شما مفید واقع شده باشه. خدا رو شکر میتونید فیلم کلاس رو هم ببینید. هر جا اگر مشکلی، ایرادی، حرفی، سخنی باشه یک بار دیگه نگاه بکنید، براتون مطلب قشنگ جا میفته. آرزوی موفقیت دارم، آرزوی سلامتی دارم برای یکایی که شما تکالیفتون رو فراموش نکنید، به دقت تکالیف شما رو میبینیم و پاسخ رو هم برای شما آپلود خواهیم کرد که شما بعد از اینکه سوالا رو فرستادید، یعنی جواب رو فرستادید، جواب اصلی و درست رو ببینید. همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.